سلام، یاسین هستم، نوازنده گیتار. خیلی خوش اومدید به ویدیوی سرندیپیتی. خب خیلی وقته که درخواست میکنین و دوست داشتین که من با این آهنگ ریاکشن برم، ولی هی نمیشد و آهنگ های دیگه پیش میومد و این آهنگ همیشه کمتر از بقیه آهنگ ها درخواست داشت، ولی بالاخره بهش رسیدیم. قبل از اینکه بریم سراغ ریاکشن رفتم به آهنگ سرندیپیتی از پارک دیمین، لطف کنین که همین الان لایک رو بکوبید. اگه برای اولین بار ویدیو منو میبینید، منو خیلی خوشحال میکنید که همین الان سابسکرایب کنین، زنگولش هم بزنید که هر وقت ویدیو جدیدی رو منتشر کردم براتون نوتیفیکیشن بیاد. تشریف برید داخل چنل و من رو تماشا بکنید. در اینجا سعی میکنیم که آهنگ های خیلی قشنگ بشنویم و من تکنیک ها و در واقع نکاتی که در اون آهنگ استفاده شده رو با شما به اشتراک بذارم. خب من اجرای زنده این آهنگ رو انتخاب کردم چون که کلا رقصای جیمین رو دوست دارم و میدونم که حتما هم اینجا میرقصه. خواستم ببینم که با چالش رقصیدن سنگینی که همیشه جیمین داره و خوندنش چجوری از پسش برمیاد. پس میریم جیمین سرندیپیتی لایف پرفورمنس به هم. یه دونه پیدا کردم که انگلیش سابتایتل هم داشته باشه. این دومین آهنگیه که من از جیمین میشنوم. اولیش فیلتر بود که خیلی هاتون به من گفتید ریاکشن برو، ولی من آموزش آهنگ فیلتر رو تو کانال گذاشتم که الان میذارم این بالا، ولی الان نبینید. آخر ویدیو اگر دوستان دوست داشتن میتونید در واقع بریم و تماشا بکنین. اسکرین ریکوردر رو بزنم. این دومین آهنگی که از جیمین من گوش میکنم. بزن بریم. خب در واقع صدای خودش تو بک وکال هست و داره روی صدای خودش میخونه که کار خیلی طبیعی هم هست و خیلی به نظرم احترام به شعور مخاطبه. چرا؟ به خاطر اینکه شما وقتی لیپسینگ بکنی و اینو اعلام نکنی عملا و اسمش هم بذاری لایف، توهین به شعور مخاطبت هست، کسی که اومده پول داده اومده کنسرتت. ولی اینجا خودش اومده بک وکال گذاشته و روش میخونه و این مشخصه و کسی هم انتظار نداره که جیمین الان اینجا تمام آهنگ خودش بخونه با این حرکت های سنگینی که میخواد توی رقصش انجام بده. بریم. ببین اینجا When You Touch Me داشت جیمی خودش نخوند، چون تو اون حرکت های نبود. خب نفس کم میاد قاعدتا، ولی بعد میرسونه خودش رو میخونه. یا این تیکه هایی که مثلا ادامه داره، مثلا میگه You، مثلا You، این تیکه شون You رو میگه، بعد بقیش مشخصه که از قوت صدا که میشنوی کم میشه، معلوم میشه یکی نخونده اینجا، دو ستا یکیش کمتره دیگه، که مشخص میشه این جیمین لایوه که فقط یه پارتی رو خوند، چون خب نفسش کم میاد آدم. خدای خیلی کار سختی. ببین این رقص تو باید خوب بلد باشی، چقدر باید تمرین کنی که رقص تو هماهنگ داشته باشی با بقیه اعضایی که دارن باید میرقصن. اعضا منظورم این همراه کننده هاشه، اگر نه این که سولوه. بعد باید حواست باشه که فالش نخونی، چون بک وکالت داره پلی میشه، دوتا میفته رو هم، تو فالش بخونی خیلی بد میشه، سینک نیست. و آره دیگه، قشنگی این گیتار آکوستیک اضافه شد، داره آرپژ میزنه.
اینجا نخوند و ولی صداش پخش میشد. خیلی بهتر از اینکه لیپسین کنی که مثلا من دارم میخونم. خیلی به نظرم احترام گذاشته به مخاطبش. یعنی یه لحظه ای که پیرهن جیم میاد بالا ببین چقدر خاطرخواه. ماژور اینجا کامل خون دیگه، چون اینجا رقصی نداشت و نشون داد که میتونه بخونه. اگه تیکای قبلی کامل نمیخون به خاطر حرکات سنگین رقصش بود. اتمسفر خوبی داره این آهنگ. من دو سه تا از آهنگ BTS هست که به نظرم اصلا خوراک مدیتیشنه، خیلی آدم آروم میکنه. یکی از اونها برای من بلو ساید جی هوپه، Still With You Jungkook، و این الان بهش اضافه شد. اصلا یه خلسه‌ای داره، خیلی قشنگه. توی این نمه کدوم که از ویدیو هم بود گفتم که BTS همه جور آهنگی داره، شاد، پر انرژی، غمگین، در این حال ممکنه خشن باشه، ریتمیک باشه، دنسینگ باشه و اینطوری شما رو مدیتیت بکنه. یه جایی بود که خیلی از رقصش تعریف کردم و فکر کنم توی چیز بود، بلک سوان بود که گفتم فوق‌العاده با احساس و حرکات تکنیکی سنگین، الان همون وایبو داره. اگر چنل ما رو هنوز سابسکرایب نیستید به خاطر این آهنگ قشنگی که من با شما ریاکشن رفتم، بازم سابسکرایب نمی‌کنید یعنی ما رو
واقعا یکی پس از دیگری آهنگای خیلی خیلی قشنگ. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر اینطور بوده لایک یادتون نره، همراه من باشید. به زودی فردا شب یه ویدیوی خیلی سورپرایزی داریم، پس جایی نرید. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو دیگه، خداحافظ.